و اما در این قسمت از برنامه امروز خیلی خوشحالم که میهمانی رو خدمتتون معرفی کنم که مدت زمان زیادی نیست که به کانادا آمدم و در تورنتو هستم. هنرمندی که تمام راه‌های یادگیری رو برای نوع هنرش رفته و تونسته تا فوق لیسانس ادامه بده در رشته اپرا و اکنون میهمان ما هستن و اجازه بدید که بقیه سوالات رو خود ایشون به ما جواب بدن که ببینیم که آقای حسن انعامی کی هستن. آقای انعامی خیلی خوش آمدید به برنامه دریچه‌های روبرو. متشکرم از دعوتتون. خیلی هم خوشحالم که برای اولین بار تو این برنامه شرکت میکنم. بله، همونطوری که گفتید حسن انعامی هستم، متولد تبریزم و از دوران بچگی علاقه شدیدی به موسیقی داشتم، ولی خب به خاطر که امکان یادگیری موسیقی نبود متاسفانه، همینطوری یعنی علاقه منو ادامه دادیم تا اینکه در سن 13-14 سالگی با موسیقی آذری آشنا شدم و این موسیقی خیلی تأثیری به سزای رو من داشت و همینطوری شروع کردیم، یعنی موسیقی رو آمدی در همون سنین ادامه دادی؟ بله ادامه دادم تا اینکه آیا توی ایران به مدرسه موسیقی هم رفتی؟ مدرسه موسیقی نه، متاسفانه تو اون دوره، تو این که ما 13-14 سالمون بود، متاسفانه مدارس موسیقی نبود تر. بله به خاطر این مسئله. بله بعدم ولی خب بعد از مدتی ما همینطوری به صورت چی میگن دیمی، یعنی علاقمون بود و ادامه میدادیم تا اینکه از طرف دولت اجازه داده شد که مدارس خصوصی موسیقی باز بشه. وقت شما سولفژ کجا یاد گرفتید؟ هم تو همون مدارس. تو هم مدارس آموزشگاه خصوصی. بعد تئوری موسیقی در تبریز بوده در تهران؟ بله در تبریز. نوت و تئوری موسیقی و این چیزها، یعنی چیزهای اولیه موسیقی رو، ریشه موسیقی رو در اونجا یاد گرفتم و خیلی هم متشکرم از معلمینم، آقای علی فشباف هستن، الان هم هستن، خیلی تشکر میکنم ازشون. یعنی ایشون تئوری بنیادین موسیقی رو ما یاد گرفتیم در تبریز و مشغول بودیم و بعد از چند سال، یعنی حدوداً 18-19 سالم بود که متوجه شدم که احساسی کردم که میتونم قطعات آوازی رو اجرا کنم، یعنی صدا دارم. همون موقع موسیقی رو جدی گرفتی یا نه هنوز؟ هنوز نه، هنوز شروع کرده بودیم و متوجه شدم، یعنی احساسی در خودم احساس میکردم که من میخوام این موسیقی رو ادامه بدم، ولی خب هنوز جدی نبود. ولی شروع کردم به آواز و البته تمام دوستان آشنایان همه، یعنی تعجب کرد. خودت تشخیص دادی که میتونی تنور بخونی یا اینکه معلمی یک راهنمایی گفت تو بهتره تو این راه بری؟ نه اولش خودم احساس کردم با ضبطایی که داشتیم، کاسیتایی که داشتیم، به خصوص موسیقی آذری مثلا گوش میکردم، تکرار میکردم، شعراشون رو از بر میکردم، یعنی به صورت دیمی. اون نه اون علاقه است. علاقه است. بعد متوجه شدم نه میتونم این قطعات رو اجرا بکنم، صدا دارم. برای همین دیگه همینطور ادامه دادم تا اینکه تا به یه حدی رسید که دیگه فکر کردی باید جدی؟ بله تصمیم گرفتم که نه دیگه نمیتونم. این جدی گرفتن یعنی میشه تو سالهای اوایل جوانیت؟ بله دیگه حدوداً 23-24 سالم. و چطور شد که رفتی باکو؟ ادامه دادم و چون تصمیم گرفته بودم که این کار رو حرفه‌ای ادامه بدم، دیگه مصمم بودی که مصمم بودم، مجبور بودم که برم، یعنی برم دنبال تحصیل. این رشته رو اگه میخواستم حرفه‌ای ادامه بدم بدون دانشگاه، بدون تحصیل، یعنی من خودم متوجه بودم که این امکان پذیر نیست. برای همین بهترین جا، نزدیکترین جا هم برای ما باکو آذربایجان. اون موقع هم دیگه مرزا باز شده بود و اونجا باید کنکور میدادی وارد بشی؟ بله رفتیم اونجا 5-6 ماه با شادروان، یعنی معلمم بود خدا رحمتشون کنه، با ایشون 5-6 ماه به طور خصوصی قطعاتی رو آماده کردم برای امتحان ورودی. بعد امتحان ورودی
رو اون قطعات خوب اجرا کردم و این همونیست که از شهریه موافقت کردم. بله از شهریه هم موافقم کردم. پذیرفتنم. بله دیگه شروع کردیم اونجا. سال 95 میلادی بود که شروع کردم. 27 سالم بود. یه مقدار دیر بود. چرا؟ چون دانشگاه حساب بکنید مثلا جوانایی که 20 سالشون هست اونا میان تو دانشگاه. من 27 سالم بود. یه مقدار دیر بود ولی خب حالا این فاصله به خاطر چی بود؟ به خاطر که اینجا امکان نبود بری سربازی باید بری تا پاسپورت بگیری؟ بله همه اینا رو من یعنی این مراحل رو همه شو طی کردم و خدمت سربازی تو جنگ ایران و عراق هم بودم، مجروح جنگی هم بودم، حالا اینا رو کاری همه اینا رو طی کردیم. حالا خوب رو صدا دستر نذاشت؟ نه صدا مثلا نذاشت. اون همین باعث شد که این علاقه بود که در واقع کشوندت بعد بری در جاهای بهتر مطالعه بکنی، بری یادگیری بکنی و رفتی به باکو. بله. و در اونجا جزو شاگردانی شدی در امتحان که رفتی با معدل خوب که حتی شهریه تو بهت بخشیدن. بله بخشیدن. و این شهریه از ایران میومد برات؟ نه 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 این شهریه اونجا که بله دیگه اگه من خودم مستقر رفته بودم. شهریه دانشجویی. بله خودم مستقر رفته بودم. اگه قرار بود که اینو ما بپردازیم یعنی هر سیزون میگن دیگه هر کورس $1000 باید میپرداختی. برای دوره 4 ساله. برای نه برای دوره 1 ساله. 1 سال. بله هر نه سال. نه 4 سال که شما به اصطلاح لیسانس بله بله بله. لیسانس رو میگه. بله هر سال باید $1000 میپرداخت. اگه می‌خواستی ادامه بدی دوباره. ولی اینو برای من بخشیدن. خب وقتش چه زمانی تشخیص دادن که شما میتونی توی مسابقات بین المللی هم بخونی؟ من سال دوم دانشگاه بودم که تصمیم گرفتم در اولین مسابقه بین المللی که در باکو انجام میشد شرکت بکنم. یه توضیح مختصر اگه ممکنه برای بیننده های مد این مسابقه بین المللی منظور چیه؟ یعنی از همه جای دنیا میاد؟ از همه جای دنیا میاد. مسابقه بین المللی این هستش مثلا. ولی چون برای اولین بار بود در آذربایجان این مسابقه انجام میشد مثلا از کشورهای رب روسیه، ترکیه، گرجستان، کره، چین از این کشورها اومده بودن. حتی فکر کنم از آلمان هم بود فکر کنم. ولی خب چون اولین بار بود هنوز کشورهای مثل فرانسه و ایتالیا شرکت نکرده. نه نبود چون که برای اولین بار. چون که خود آذربایجان تازه مستقل شده بود به عنوان کشور قبلا که تو اتحاد جماهیر شوروی بود متعلق بود. ولی الان قبل قبلش هم که مال خود ما بود بالا بله تاریخ عوض میشه. بعد برای همین از چند کشور بودن ما هم شرکت کردیم و در اونجا مقام دوم رو به دست آوردیم. مقام دوم رو توی شرکت کننده ها یا توی صدای تنور؟ نه 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 توی شرکت کننده ها توی کل مسابقه. ولی توی صدای مرد ها عنوان بهترین خواننده با صدای تو اپرا میگن تنور. بله خواننده مرد با صدای زیر بله بهش میگن تنور. بله بعد بین این خواننده ها خواننده های مرد بنده بله عنوان بهترین بله دو تا جایزه گرفتیم مقام دوم و مقام بهترین جایزه برای خواننده تنور رو گرفتم. آفرین چه خوب. بله. بله. یک سال بعدم در سال 98 در مسکو شرکت کردم در این نوع مسابقه. ولی خب اونجا خیلی مشهور بود به نام خواننده مشهور مسکو چایکوفسکی. خیلی آها این جایزه من رو دون این دومی مسابقه بود که شرکت کردم و اونجا هم جزو 10 نفر اولی مسابقه بودم و دیپلم این مسابقه رو دریافت کردم. یعنی 10 نفر اولی که بودن که به سه مرحله هست این مسابقه. بنده هم جزو این 10 نفر بودم ولی خب مقام اول دوم تصمیم نکردم ولی مقام جزو 10 نفر اول دیپلم این مسابقه رو کسب کردم. خیلی کار مهمیه. بله بابا. و یک نکته جالبی که برای بیننده ها میخوام بگم این خیلی برای منم خیلی جالب بود. ما اومدیم مسکو تو کنسرواتوار مسکو مسابقه اجرا میشد. من میبینم 22 کشور جهان از همه کشورها و پرچم ایران هم اونجاست. من نگاه کردم گفتم کی از ایران شرکت کرده یعنی متوجه چیز. بعدن یه دور فکر کردم ببینم هیچ کس نیست از اینا فقط خودم شرکت کردم. خب در حال ایرانی هستی؟ اونجا بله ولی برای من جالب بود. یعنی من این مقدار شک کردم که نگو فقط برای من یکی اونجا پرچم ایران بود. یعنی 22 کشور من برای من افتخار بود. یعنی خودم خیلی خوشحال بودم که این
کارو کردم و شرکت کردم تو مسابقه بدون هیچ گونه پشتیبانی، هم بدون هیچ گونه اینکه مثلا معلمی که مثلا منو پشتیبان کنه یا مثلا تو هیئت داوران کسی باشه که منو بشناسه، نه. برای همین اون دیپلم هم که گرفتم برای من واقعا ارزشمند. خب خودت معرف خودت بودی، یعنی صدات، هنرت، تعلیماتی که دیده بودی اینها. حالا ما قبل از اینکه، من میدونم شما توی اپرای دولتی آذربایجان چندی سال اونجا کار کردی، قبل از اینکه به اون برسیم، آیا هیچ وقت در اپراهای غیر از آذربایجان، کشورهای اروپایی یا جاهای دیگه هم رفتی؟ من یک بار فقط به دعوت یکی از رهبر ارکسترهایی که اصلیتاً از آمریکا بود، یعنی آمریکایی بودن، اومدم باکو و با ایشون اجرا داشتیم، کنسرت داشتیم. ایشون منو دعوت کردن، ایشون کار میکردن تو کشور بولیوی. بله. ایشون منو دعوت کردن اونجا برای اجرای یک اپرای ایتالیایی، اسم اپرا هست لا تراویاتا. اینو من رفتم اجرا کردم، ولی بعدا متاسفانه به همون زبان، به چه زبانی؟ ایتالیایی. ایتالیایی. بله. متاسفانه بعد از اون چندین دعوت هایی داشتیم، متاسفانه به خاطر که هر دفعه باید من ویزا میگرفتم با پاسپورت ایرانی، خودتون میدونید که گرفتن ویزا خیلی مشکل، متاسفانه نتونستم. یعنی این تو کشورهای اروپایی حتی دعوتم داشتم ولی خب نتونستیم، مشکلی بود بعد متاسفانه. ولی تو کشور آذربایجان البته برای کنسرت های متعددی رفتیم، تو کشور فرانسه، تو کشور آلمان، نمیدونم بعد کشورهای دیگه، ترکیه و نمیدونم دبی و از چندین کشور اجرای کنسرت داشتیم با ارکستر سمفونی آذربایجان، با ارکستر مجلسی آذربایجان، بعد با ارکسترهایی که اونجا بودن. ولی برای اپرا دعوت کردم متاسفانه نشد، چون وقتی برای اپرا دعوت میکردم من تنها میرفتم برای اونجا، ولی وقتی که با ارکستر گروه میرفت دیگه مشکلی نبود. بله، میدادم ویزا، ولی وقتی من تنها میخواستم اقدام بکنم چندین بار این مشکل برای من. توی این کنسرت هایی که شرکت میکردی آیا جزء گروه بودی یا نفر اول هم بودی در هیچ کدوم این نمایشنامه ها؟ کنسرت نه، من کنسرت اجرا میکردیم و ارکستر ها نه، به عنوان سولیست تکخان. بله، به عنوان سولیست با ارکستر سمفونیک و سایر ارکستر ها. بله، به عنوان سولیست تکخان شرکت میکردم. اینو در نقش اول بود؟ بله دیگه، به عنوان سولیست همراه من یه 5 6 نفر هم بودن، مثلا سولیست ها که با هم چیز کردیم و بنده هم اجرا. مشهورترین خود ما به نظرت؟ مشهورترین همین کنسرت هایی که میرفتی کروغلو بود؟ این کنسرت ها نه، این بعضی از اجراها اپرا وقتی بود. اپرا بله، اپرا چیز هستن به عنوان که آواز و تئاتر با هم در بله. آمیخته میشن و اپرا داریم. بعد یه نوع بعضی یه چیز دیگه هم داریم که کنسرت. بله. کنسرت فقط اجرای آهنگ، یعنی بله. اجرای حالا هر چیزی، قطعات جدا هست. ولی تو اپرا به عنوان که شما مثل یک بازیگر تئاتر همین هست. بله، که نقش اول، نقش اول بله، بله. اپرا در نقش اول، اپرایی که هست ما حدودا 10 اپرای نوشته شده در اروپا اجرا کردم در آذربایجان و 5-6 اپرای آذری هم اجرا کردم و مشهورترین اینها اپرای مشهور آذربایجان جان اپرای کروغلو هستش. کروغلو که در نقش کروغلو، یعنی نقش اول این چرا اینو اجرا کردم و حدودا این اپرا سه چهار نفر اینو سه نفر اجرا کردن در تاریخ آذربایجان، چون که این اپرای خیلی سختی است. منم خوشحالم که این اپرا رو تونستم اجرا کنم. نویسندش کی؟ نویسندش آهنگساز مشهور آذربایجان و اول آهنگساز اونجا اوزیر حاجی بیوف هستش اسمش، که بنیانگذار هستن موسیقی نوین آذربایجان هستن. آفرین. یعنی موسیقی ملی آذری رو با موسیقی کلاسیک ایشون ترکیب کردن. گفتی ترکیب، یه کاری هم داشتید در اینجا که تلفیق کردید موسیقی ها رو. بله. یه کمی راجع به اون توضیح بدید برای بیننده. ما اینجا یک ساله که اومدیم تورنتو و تصمیم داری اینجا بمونی یا؟ بله، به عنوان
مهاجر اومدیم و دیگه بله تصمیم داریم که بمونیم. بعد ما تو این یک سال 3 تا کنسرت داشتیم. یک کنسرت کلاسیک بود، موسیقی کلاسیک، در دانتان تورنتو اجرا کردیم، و کنسرت دومی که حدود 2 ماه قبل در مونترال برگزار کردیم. این کنسرت، یک کنسرتی ما فکر کردیم که یک کنسرت مالتی کالچر، یعنی ترکیبی از فرهنگ ها رو داشته باشیم. برای همین برداشتیم مثلا یک ساز سنتی، خیلی سنتی که ساز عاشقی آذربایجان هست، بهش میگن ساز. بله، ساز عاشق ساز. عاشق ساز. بله، عاشق سازی برداشتیم اینو با مثلا سازی که موسیقی کلاسیک پیانو. بله، ترکیبش کردیم. چند تا هم آواز گفتی پیانو. بله بله، همسرت چنیدن پیانیست در خیلی خوبه. بله، ایشون آذربایجانی هستن. بله، یعنی ایشون متولد باکو هستن. باکو هستن. بله، متولد باکو هستن. ایشون هم فوق لیسانس پیانو هستن از دانشگاه موسیقی باکو. بعد نه اینکه به خاطر اینکه همسرم هستم میگم، ولی نه، این حقیقته، جزو 5-6 نفر اول پیانیست های باکو هم حساب میشن. امیدواریم که روزی اینجا داشته باشیم ایشونو، و این شانس هم شما دارید که هر موقع که دیگه احساس کردی میتونی بخونی، همسر رو پشت پیانو نشسته. بله بله دیگه، و این برای من یک میتونم بگم خوشبختیه. خیلی خواهش میکنم، خیلی به سزایی هست، یعنی خیلی مؤثر هست در راهی که من گرفتم، و ایشون خیلی تاثیر زیادی داشتن. و اینطور که من میدونم شما عضو گروه هستی که ارکستر ملی تورنتو هستید. بله بله بله. و اوکراین هستید. بله بله بله. یه توضیح هم داریم موارد چطور شد که به اینجا راه پیدا کردی؟ بله، آقای تراوتی که تراوتی رهبر ارکستر ملی اینجا هستن، یعنی ارکستر ملی ایران در تورنتو هستن، ایشون از طریق دوستان شنیده بودن، بعد از طریق یوتیوب و فیسبوک اینا آشنا شده بودن، بعد ایشون منو دعوت کردن که من هم خیلی خوشحالم که ایشون شما رو معرفی کرد. بله، اولین بار اینجا بله معرفی کرد. بله بله بله، خیلی ممنون از ایشون، چون ایشون هم هنر و دوستان و هم هنرمندان رو مثل شما. بعد با ایشون آشنا شدیم و قراره که انشالله در مارچ این 17 مارچ این ما به عنوان یک هدیه نوروزی کنسرتی تشکیل دادن که متشکل از 7-8 نفر، یعنی خواننده هستش که ایشون با ایشون، و بنده هم دعوت کردن، منم با کمال میل با ایشون همکاری خواهم کرد. یک آهنگ آذری خواهم خود و یک آهنگ به زبان فارسی، انشاءالله ببینیم که چطور خواهد بود، ولی امیدوارم که خوبه. بعد یک ارکستر ملی هست در جمعیت اوکراینی. بله، بنده چون به زبان روسی هم مسلط هستم، روسی هم صحبت میکنم، با اینا هم ارتباط دارم، البته اونا هم انگلیسی صحبت میکنن هم روسی، با اینا هم آشنا شدیم، و ایشون اینا هم ارکستر ملی دارن برای خودش. بله، یک ارکستر ملی که سازهای ملیشون رو ترکیب کردن با سازهای کلاسیک، سازهای کلاسیک، و یک ارکستر خیلی هم خوبی هست. با اینها هم همکاری داریم و با این گروه هم کنسرت خواهیم داشت. خب حالا ما شروع کردیم، ما یعنی تصمیممون هست که موسیقی رو ادامه خواهیم داد، چون کار دیگه ای من نمیتونم بکنم، و خانم هم خب اینطور عشق و علاقه من این هست. توی این راه رفتی، زحمت کشیدی، استعداد رو داشتی، صدا رو داشتی، مورد تایید استادانی قرار میگیرید، و راهیست که باید بری. بله، بعد حالا یه وظیفه مهمتر داری شما، اینیست که این اندوخته هایی که الان شما از استادان دیگر گرفتی، این وظیفه هنرمنده که این رو منتقل کنه. بله، به نسل بعد. بله، از خودش. بله، بله، بله. کلاسی هم در این باره داری؟ بله بله، نقطه خوبی رو اشاره کردید. ما اینجا البته آرزوها خیلی زیاده، فکرها و خواستها، ولی خب چون هنوز تازه اومدیم، یک سال هست، ولی خب من کلاس های خصوصی دارم و جمعی از دوستان که یعنی شروع کردیم که میان و ظاهران هم خوب هست، راضی هستن. من سعیمو میکنم اون چیزهایی رو که یاد گرفتم و به من آموختم بنده منتقل کنم، چطور که شما گفتید. بله، وظیفه هر خیلی هستش. بله، من سعی میکنم، ولی خب برای آینده انشاءالله اصلا در نظر داریم مدرسه موسیقی، که یک مدرسه موسیقی که حالا من عامیانه میگم که بازار نباشه.
بله عامیانه نیست. چیز باید اتا هنرمندانه میگی نمیخوای چیز بکنی، میخوای هنر منتقل بله، کنی. بله میخوام هنر رو منتقل کنم، امیدوارم که مؤثر باشیم، امیدوارم. الان خوشبختانه یک سری از هنرمندان پیشکسوتر هستن اینجا دارن این کار میکنن. خود آقای طراوتی هست، سرکار خانم داودی الان دارن یک آموزشگاه رو تأسیس میکنن که اون هم همین نظر دارن و دوستان دیگری هم هستن در اینجا در رشته موسیقی، در رشته نقاشی، در هر رشته هنرمندانی هستن که این کار میکنن. امیدواریم که موفق باشن. این برنامه متعلق به اونها هست، هر وقت که خواستن میتونن تشبیه بیارن، صحبتی دارن، شما هم همینطور. و اما اگر بخوایم هنر این مهمان امروز ما آقای نامی رو ببینیم، 17 مارچ، یعنی دو سه روز مونده به عید نوروز، ارکستر سمفونی تورنتو، ملی ایران تورنتو به رهبری استاد طراوتی و چند هنرمند دیگر که آقای اینامی هم یکی از اونها هستند، در ریچموند هیل سنتر در تورنتو 17 مارچ یک برنامه رو اونجا براتون به بهانه و انگیزه عید نوروز برنامه نوروزی دارن. ما اونجا شما رو ببینیم و از هنرمندان محبوبتون هم اونجا شما خواهید دید. خب جناب اینامی بفهمید که صحبتی هست که دوست داری با بیننده های ما بکنی. ما به عرف این برنامه میهمانان ما میتونن مستقیم با بیننده های این برنامه اگر صحبتی دارن بکنن، این شما و این بیننده های خوب ما. خیلی ممنون. صحبت که ما ماشاءالله همه صحبت رو کردیم، ولی من آرزوی قلبیم هست، یعنی اینو میخوام و امیدوار هستم که بتونم در تورنتو و یا هر کجای دیگه مثمر ثمر واقع بشم، بتونم که اسم ملتمونو، اسم کشورمونو، یعنی یک مقدار فکر میکنم که نظر بقیه کشورها یک مقدار در این برهه از زمان نسبت به ایران یک مقدار خوب و خوشایند نیست متاسفانه، ولی من آرزو میکنم و خواهد بود، یه زمانی خواهد رسید که مردم دنیا این رو خواهند فهمید که ایران استعدادهای زیادی داره، داشته و خواهد داشت، و امیدوارم که ما بتونیم برای شناساندن این استعدادها مثمر ثمر واقع بشیم و هرچی از دستمون بر بیاد در این راه خواهم کرد. بسیار خوبه، آفرین، نکته خیلی خوبی رو گفتی. الانم هنرمندان و دیگر افراد نظیر شما فکر میکنن و این ابر سیاه کدری که روی مملکت نشسته میخوان بزنن کنار، ببینن و الان هم آدم میبینه که بین مردم و اون کارگردانان دروغی فرقه. مردم ایران همین هم که میبینی استعدادهای عجیبی دارن، در هر جا میتونن باشن و هستن. و آقای نامی من خیلی خوشحالم و امیدوارم که 17 مارچ ما اونجا با تعداد زیادی هنرمندان هستیم، با چندین نفر دیگه اونجا رو ببینیم، لذت ببریم از این برنامه‌ای که اونجا گروهی اجرا میکنید و شما هم در اونجا هستید، و از اینکه به برنامه دریچه‌های روبرو آمدید بسیار خرسندم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از دعوتتون. روزتون خوش.
رستوران سورنتو. پیتزا زغالی مخصوص، نان تنوری و انواع غذاهای ایرانی. آماده پذیرایی از شما و مهمانان گرامیتان در رستوران و محل کار و زندگی شما. تلفن تماس 416 447 3590.